سخنران بعدی بانو آرتمیس دبیر کل محترم حزب رستاخیز ایرانگرایان، از بنیانگذاران حزب و همچنین از بنیانگذاران جنبش رنسانس ایرانی. درود بر شما بانو آرتمیس و گویان پیشخایتون بفرمایید. درود بر شما، درود بر همه باشندگان نشست امروز از هر کجای جهان که هستید و درود بر کسانی که این برنامه رو پس از این میبینن یا دارن الان لایو نگاه میکنن. امروز درباره فرهنگ زدائی از فرهنگ ملی ایرانیان توسط در واقع تازیان میخوام ازون صحبت بکنم. در واقع این یورش تازیان به ایران نوعی فرهنگ زدائی کامل در ایران انجام داده، و برای اینکه ما اصلا ببینیم فرهنگ زدائی چیه، نخست باید ببینیم واژه خود فرهنگ زدائی چیست. فرهنگ زدائی یک فرایندی است که در طول اون یک گروهی، حالا میتونن یک قوم باشن یا یک ملت، مجبور میشن به ترک فرهنگشون، آداب زندگیشون، باورهای دینیشون، حتی زبان ملیشون و کلن اتفاقی که برای یک ملت میفته تمام هویت اون ملت رو ازشون میگیره و ملت تبدیل میشن به یک پوسته خالی، مثل یک تخم مرغی که فقط پوسته خالیش مونده باشه و نامش مونده باشه، ولی از درون اون چیزی که به اصطلاح بنیاد یا اون چیزی که بندی یک ملت رو میسازه، فرهنگ اون ملته که اونو ازش میگیرن و میتونه تغییر کنه، میتونه کلن دگرگون بشه. تخریب در واقع فرهنگ یک ملت هنگامی که انجام میشه، اون قوم مهاجم میاد و اونو جایگزین میکنه با فرهنگ اون گروهی که در واقع مسلط الان بر فرهنگ اون کشور و بر کلن ارکان اون کشور سواره. فرهنگ زدائی در واقع به دلیل اون هدف گسترده‌ای که داره برای اون گروه تحت سلطه دائم ایجاد میکنه، حتی زمانی که خود اون گروه بر اون ملت دیگه سوار نیستن. یعنی حتی موقعی که یک گروهی حمله میکنن به یک کشوری، وقتی اون کشور رو فرهنگ زدائی میکنن، زمانی هم که از اون کشور حتی ممکنه بیرون برن، فرهنگ ملی رو که تخریب بکنن و تخلیه بکنن از یک ملتی، هویت ملی که وجود نداشته باشه، آنچه که گروه مسلط داشته بر اونجا مستولی میشه و حتی موقعی که اینا میرن بیرون، چون اون فرهنگ ملی در درازای زمان از بین رفته، اون فرهنگ گروه مسلط اونجا میمونه. و از این رو هست که این فرایند با اینکه کند معمولا انجام میشه، ولی خیلی ها ممکنه اونا همسان بگیرن با فرهنگ پذیری یا همسانی فرهنگی، در حالی که اینها کاملا دو مقوله جدا از هم هستند. فرهنگ پذیری یا همسانی فرهنگی با میل معمولا انجام میشه و بدون زور و بدون فشار انجام میشه. ممکنه که در اثر ارتباطات بازرگانی و داد و ستد بین یک ملت با ملت دیگه باشه، میتونه در اثر مجاورت یک ملت با همسایگان خودش باشه که یک سری فرهنگ پذیری های از همسایگان انجام میده، و یا میتونه که اصلا مهاجرت این فرهنگ پذیری رو یا همسانی فرهنگی رو ایجاد بکنه، که ما میدونیم که هنگامی که یک کشوری مهاجر بهش زیاد میشه، اتفاقی که الان در اروپای کنونی میبینید افتاده یا همین در امریکا در 15 سال آینده کاملا انجام خواهد شد، وارد میشه در سر مهاجرت بسیار زیاد، موجب میشه که آرام آرام قضاشون به اون ملت معرفی بشه، نحوه لهجهشون حتی بیاد و اثر بذاره رو زبان غالب اون ملت. همونطوری که شما میبینید لهجهی که در آمریکا شما میبینید از انگلیسی، لهجهی نیست که شما در انگلستان که مرکز به دنیا آمدن یا زاده شدن این زبان در اونجاست میبینید. بنابراین فرهنگ پذیری یا همسانی فرهنگی
کاملا قضیهش با تخلیه فرهنگی یا به اصطلاح فرهنگ زدایی یک ملت فرق میکنه و این در تمام جهان روش مطالعات بسیار زیادی شده و حتی ما داریم میبینیم که ثابت کردن که دو هدف مهم در پدیده فرهنگ زدایی وجود داره. نخست اینکه اقتدار و قدرت فرهنگی گروه یورشگر و اون گروه چیره رو مشروعیت میبخشه، یعنی شما وقتی فرهنگ زدایی میکنی یک ملت، فرهنگ خودت میشه فرهنگ مشروع اون کشور و مردم راحت تر نهادینش میتونن بکنن. و بعد اینکه فرهنگ زدایی یک مکانیسم کنترلیه بر یک ملت، یعنی شما میتونید ملتی رو که فرهنگشو زدودید از اون ملت بهتر بکنید و بعدم میتونید در واقع نوعی اقواشون بکنین اون ملت رو، که اگر شما این فرهنگ یورشگر چیره رو بگیرین به خودتون و اداشو در بیارین و فرهنگ خودتون رو بذارین کنار، به شما پوینت یا به اصطلاح مزایای بیشتری در اون اجتماع داده خواهد شد. یعنی این چیرگی بیرونی تبدیل میشه به چیرگی درونی اون فرهنگ مردم، که خیلی اوقات مردم مجبور میشن تعمدن خودشونو در قالب و در پوشش اون فرهنگ مهاجم در بیارن برای اینکه بتونن حالا یا سروایو کنن، بقا کنن، یا اینکه بتونن شغل و موقعیت بهتری در اجتماع یا در دولت یا در اون سیستم حاکم به دست بیارن. بنابراین میبینید که به مرور فرهنگ ملتی که فرهنگ زدائی شده قوانینش و چارچوب روزمرگی های زندگیش هم به اون فرهنگ مهاجم تبدیل میشه و در واقع نام میتونیم بگیم که نام دیگر فرهنگ زدائی یک ملت توسط گروه چیره یا گروه تازشگر یا گروه مهاجم به اون کشور و اون فرهنگ رو نامش رو میذارن نسل کشی فرهنگی. و این ملت زیر چیرگی باید فرهنگ ملی و سیستم زندگی خودش رو رد کنه و ارزش‌های فرهنگی خودش رو رها کنه و جایگزین کنه اونها رو با ارزش‌های گروه چیره، برای اینکه بتونه در واقع تاب بیاره یا بتونه زنده بمونه زیر اون برتری گروه مهاجم و در واقع نیروی هژمونیک اونها، و به این ترتیب ادامه قدرت گروه چیره بر اون ملت تضمین میشه. و این اتفاقی است که شما داریم متاسفانه میبینید در ایران ما دقیقا در 1400 سال پیش، در همون 200-300 سال اول که دوران خلفا بود و من کسانی که بر ایران حکومت میکردن کاملا غیر ایرانی و کاملا تازی بودند، دیدید که اتفاق افتاد و آمدن و فرهنگ ایرانی رو ازشون گرفتن، فرهنگ زدایی کردن، حتی تا توی خانواده های و خانه های ایرانی ها نفوذ کردن و از خودشون آدم اونجا کاشتن و گفتن که شما باید این مهاجرین جدید رو در خونه هاتون بپذیرید برای که بتونن از قلب خانواده کنترل کنن این فرهنگ زدایی رو و وادارشون بکنن که هم بیان در واقع آیین نیاکانی رو، باور زرتشتی رو کنار بذارن و باور اسلامی مهاجم کاملا 180 درجه متضاد با فرهنگ خودشون رو ناچار بشن انجام بدن، حتی در خونه های خودشون برای که جاسوس در خونه هر کس کاشته بودن، و هم برای اینکه تمام ارکان اون کشور تازی شده بود، یعنی از مثلا سپاهشون اونجا بود، از دولت مردانشون در واقع حاکمانشون اونجا بود، تا فرماندهانی که میذاشتن مثلا فرمانداری بخشداری به
اختلاط، چیزی که تحت عنوان حاکم منطقه‌ای حتی بود، تمام اینها از خود تازیان بودند و اینها با فشار بسیار، با ایجاد خفقان، با همون زور شمشیر، با کشتار، با جزیه گرفتن، با همه این مصیبت هایی که به مردم ایران وادار کردن، نسل‌کشی فرهنگی ایرانیان رو که انجام دادن دادن و از سوی دیگه ارزش های فرهنگی ایران رو به کل برای قرنها و بعضیاش حتی برای همیشه کمرنگ شد و دگرگون شد و از بین رفت. حالا من اون بخش های از فرهنگ ایران که از بین رفت، یعنی در واقع اون ارزش هایی که در جامعه ایرانی نابود شد، در سه بخش قسمت کردم. نخستینش فرهیختگی و هماهنگی زندگی ایرانی بود. فرهیختگی که در ملت ایران وجود داشت و هماهنگی ارکان گوناگون زندگی ایرانیان و باورشون با سیستم زندگیشون، با معماری شهریشون، با خوراکی که میخوردن، با منشی که داشتن، با اندیشهی که داشتن، با شیوه زندگیشون، با شیوه کارشون و سازندگی که در ایران انجام میدادن، تمام اینها با هم هماهنگ بود و یک هارمونی خیلی خاصی داشت که تمام اینها از بین رفت و تبدیل شد به شیوه تلاش برای زنده ماندن و کشته نشدن. از این روی اندیشه، گفتار و کردار نیک در ایران جای داد به پنهانکاری، دروغ و درویی، ترس و بزدلی، زندگی دوگانه و ناپایداری شخصیت و اندیشه در عنصر ایرانی و همچنین اون چیزی که ما بهش میگفتیم هنر، گوهر و فرهیختگی یک فرد، در واقع به ضد ارزش از سوی تازیان مسلمان دگرگون گشت و پیامد اون کمرنگ شدن تمام بخش هایی بود که در واقع ویژگی ها یا به اصطلاح هنر این ملت محسوب میشد، مانند ادبیات، مانند موسیقی ایرانی، مانند رقص و در واقع حرکات شاد و هنرمندانه ای که مردم ایران همواره در تاریخشون انجام دادن و همیشه اینو صادر هم کرده بودن به کشورهایی که باشون همجواری داشتن یا تبادل بازرگانی داشتن یا حتی در جنگ بودن باشون، مثل یونانیان، رومیها، که اینها رو به اونها حتی یاد دادن و تاثیر ادبیات ایران، موسیقی ایران، رقص ایران، حتی سنت های آشپزی ایرانی و آیین های زندگی ایرانی بود، تمام اینها از بین رفت و کمرنگ شد و در حتی نزد تاریخ نویسان یونانی و رومی این ویژگی های ایرانیان همواره با رشک و تحسین درباره شیوه زندگیشون نوشته شده بود که میگفتن شیوه زندگی ایرانیان منظم، هدفمند، شادزیستن، پالایش شده هستن، یعنی پالوده شده هستن فرهنگ ایرانی، حالا نحوه گفتارشون، رفتارشون، فرهنگ شهرنشین بودنشون و همه این چیزهایی که داشتن، خیلی ملت ریفاین یا پالایش یافته ای ما بودیم. دقت ایرانیان، همگونی ایرانیان و هماهنگی ایرانیان، میان روی ایرانیان که در هیچ چیزی ملت افراط و تفرید نبودن، تمام اینها در واقع پس از یورش تازیان ارزش‌های ایرانی و رد پای پررنگ این ارزش‌ها به مرور محو و کمرنگ شد. حتی رنگ در زندگی ایرانیان با سایر امپراتوری های آن روزگار متفاوت بود. ایرانیان بنیانگذار رنگ های درخشان و رنگ های به اصطلاح غنی بودند، هم در جامعه، هم در فرش، پرده، خانه. زندگی ایرانیان، همه نزدیکی ایرانیان رو به زیست بوم نشون میداد. رنگ های بهاری، رنگ های شاد
و به ویژه رنگ آبی لاجوردی یا کوبالت که کاملا رنگ ایرانی بود، که بعدها ما همیشه این رنگ ها رو در کاشی ها حتی در دوران پسا اسلامی دیدیم که در کاشی ها و در معماری ایرانی که بعد هم دیدیم که در مساجد به کار رفت، این رنگ آبی لاجوردی همواره وجود داشت، تا رنگ فیروزه‌ای که رنگ همیشه رنگ اشرافی و رنگ درباری ایران بود، و رنگ سبزهای گرمتر که همیشه در نیشابور دیده میشد، امروزه در جهان این رنگ های وریشن یا تنوع رنگ های آبی فیروزه‌ای تا سبز خاصی که بین سبزابی ایرانی است، این رو جز رنگ های ایرانی میشناسند. بعد از یورش تازیان تمام این آراستگی جان و روان و به اصطلاح زندگی در ایران از بین رفت. دومین تأثیر بزرگ فرهنگی که گذاشت ویژگی منش های ایرانی است، ارزش دادن به خردمندی، ارزش به آموزش و پرورش و دانش و دانش اندوزی در ملت ایران یگانه بود بین همه جهانیان. جایگاه بالای دادگری و انصاف و رفتار روادارانه ایرانیان بسیار بسیار متمدنانه بود. فرهنگ ایرانی شهرنشین بود که بسیاری از مردم جهان اون زمان این فرهنگ رو نداشتن. ادب همگانی در بین مردم ایران، در بین سنین گوناگون، رفتار مردم به هم، دانش آموز به اصطلاح آموزگار، بیمار به پزشک و مردم معمولی جامعه به دولت مردان و به ویژه جایگاه شاهنشاه و احترامی که برای اون قائل بودند و احترام جوانتر به بزرگتر یا پیران در ایران، سالمندان تنها به جز ایران در ژاپن و چین آن روزگار دیده شده، ولی در هیچ جای دیگه جهان شما اینو نمی دیدید. و جالبه که سازندگی که از پایه زندگی ایرانیان رو می ساخت، که موجب می شد ایرانیان هدفمند باشن، انگیزه داشته باشن برای زندگیشون، چون می گفتن ما زنده هستیم برای سازندگی و برای ساختن، حالا این میتونه ساختن فیزیکی یا روانی یا دانش اندوزی باشه، همه اینا جز سازندگی و در واقع بهتر کردن اوضاع خود و گیتی در زندگی ایرانیان بود. همچنین معنویت اندیشمندانه ایرانیان، چیزی که ما پیش از اسلام نام خسروانی یا به اصطلاح معنویت خسروانی یا عرفان خسروانی رو بهش میدادیم، و عمقی که اندیشه ایرانی داشت، یعنی ایرانیان به خودشون اجازه رو میدادن که در درون خودشون فرو برن، بیاندیشن، عمق و ژرفای مغزی و روحی پیدا بکنن، و این باز در اکثر جاهای جهان اصلا نظیرش دیده نمیشد. رواداری ایرانیان بر اندیشه، باورها و شیوه زندگی ملت‌های دیگه و فرهنگ ایرانی که همیشه در این مورد یک سر و گردن بالاتر از دیگر مردم جهان بود و به ویژه در همسایگان شرق و غرب نظیر شما نمی بینیم در تاریخ. حالا سومین بخشی که برای ایرانیان وجود داشت که دگرگون شد با آمدن اسلام، اهمیت به نام نیک بود، دوری از ننگ و افتخار به هویت و ملیت خودشون. یعنی ایرانیان خودشونو آریایی میدونستن، با سربلندی خودشونو آریایی میدونستن، قرار نبود به خاطر آریایی بودنشون تو سر ملتهای دیگه بزنن، ولی خودشونو میشناختن و به آنچه بودن میبالیدن. ایران میراثدار کهن‌ترین تمدن‌های جهانی است و ایرانیان اینو میدونستن. ایرانیان به سنت‌های کهن خودشون بسیار میبالیدن و این موجب میشد که از نظر فرهنگی ملتی بودن بسیار ایمن در برابر
هجوم دیگران در برابر نفوذ فرهنگ های دیگه و خراب شدن فرهنگ خودشون یا نزول یا پایین رفتن فرهنگ خودشون. جوانمردی، انسانیت، مرام و منش نیک، سرافرازی و رادی در همه کتاب های پیش از اسلام یعنی ایران کلاسیک و کتاب های پس از اسلام هم دیده شده. در شاهنامه هایی که مانده از هزاره های دور ویژگی های ایرانیان میهن پرستی، سربلندی، جوانمردی، انسانیت، مرام و منش و هویت و شیوه زندگی و جشنهای ایرانی که همه اینها مختص به این ملت بود و این ملت میدونست که چی هست و چی داره. اسلام آمد و همه حماقت و تاریکی های موجود در جهان که در مخیله ایرانیان نمی گنجید رو براشون کرد به واقعیت تبدیل کرد. جنگ، کشتار، تبعیض، خوشگندیشی، فرقه‌گرایی، ستم، استفاده از قدرت، جلوگیری از آزادی و زندگی، زندگی بخش بزرگی از انسانها از زنان گرفته تا غیر مسلمانان، حیوانات و محیط زیست و هدف چپاول و غارت و کشتار و کشتار و به بردگی گرفتن ایرانیان، تمام اینها موجب شد که ایرانیان تمام آنچه که در زندگیشون هرگز ندیده بودن و در مخیلشون نمی گنجید رو به چشم و به پوست و به گوشت ببینن و حس بکنن و همه اینها موجب شده که ما نسل آگاه امروز یک بار بعد از 1400 سال بتونیم در برابر این نسل کشی فرهنگی و معنوی و اخلاقی به پا خیزیم و چنگال در واقع این ستم اسلامی رو از رنجور این مام میهن، این مام خونچکان میهن بیرون بکشیم. سپاس از شما.